در پروژکت لون 7 که هک شد در سپتامبر گفتیم احتمال دستگیری دونالد ترامپ خیلی زیاده، یعنی چند ماه پیش ما اینو گفتیم. چرا؟ چون اومد اون موقع ایشون دام چید برای FBI رو مجبور کرد که بیان خونه‌شو بگردن، ولی در ظاهر چیز دیگه نشون میداد، ازشون شکایت میکرد. همین باعث شد که دستش بازتر باشه، بگه برین خونه بایدن هم بگردین. خونه بایدن رو گشتن، در گاراژ یکی از خونه‌هاش که همون خونه رو اوکراینی‌ها واسش خریده بودند اسنادی پیدا کردن از پولشویی و خیانت و فلان، داستان مالی و اقتصاد خودش و پسرش در اوکراین، از اینکه بایدن پدر اومد یک دادستان میهن پرست اوکراینی از کار بیکار کرد، چرا که میخواست تحقیق کنه بر روی پرونده پسرش. داستان خیلی پیچیده است. حالا هم اگه بیان دونالد ترامپ رو دستگیر کنن، دستش بازتر در برابر این الیت واشنگتن و دستیسه هاشون. اهمیت حضور ترامپ خیلی مهمه در سطح جهانی، یادمون نره. این میهن پرستان باید با هم متصل بشن، فقط میهن پرستان اروپا بودن که اعلیحضرت رو دعوت کردن و باش دیدار کردن. اتصال بدین. من خوشحالم که دونالد ترامپ این سری رئیس جمهور نشد، چون الان دیگه همه دیدن چه خبره. داستان مرزهای جنوبی امریکا که همین جوری داره آدم میریزه، مواد مخدر قاچاق میشه، بعد اقتصاد امریکا فرو نشسته، همه چیز ریخته به هم، جهان رو به چالش و کیاس و چه میدونم آنارشی کشیدن، همه چی نامنظمه. گفتم وقتی امریکا حالش خوب باشه در جهان حال همه جا خوبه. این تعارف نداری، به همه نشون داد که قضیه چیه. اگه هر چقدر میگفت شاید کسی باور نمیکرد، و هر چی که گفت اتفاق افتاد، هر چی هم گفت راست گفت. حالا الان میهن پرستان دارن اضافه میشن و من خیلی دوست داشتم اپوزیسیون بابا میهن پرستان سراسر جهان در ارتباط بشن، که فقط دیدیم میهن پرستان اروپا دعوت کردن اعلیحضرت رو. تصور کنید اپوزیسیون با میهن پرستان که میهن پرستی تو رو درک میکنن در ارتباط باشه. این خیلی خیلی مهمه. داریم میبینیم که دونالد ترامپ رو میخوان نذارن بیاد. دونالد ترامپ گفته ما میخوام اینا رو ابلدریت کنیم، درو کنیم. بچه ها اتفاقات خوبی در راهه، قدر ترامپ رو بده. نکته مهم و آخر این که من ترامپیست بودنم و همیشه فریاد زدم پشتش ایستادم و دلایلی خاص و قانع کننده خودم رو دارم که اگه ترامپ نبود جنگ جهانی سوم و ریست اقتصادی و کووید و فلان همه اینا رو بذار رو هم، شاید اصلا ما وجود نداشتیم. اوکی، حالا قضیه چیه؟ به همین دلیله که افراد مهم ما رو فالو نمی‌کنن، چون ما ترامپیستیم، کلیپای ما رو استوری نمی‌کنن. ما هم نیازی نداریم، ما همینجوری با کمک سربازای دیجیتال همیشه وایرال هستیم با تمام محدودیت‌ها. بچه‌ها ماری بارتیروما میاد در فاکس نیوز، ایشون یک میهن پرست کلاسفید اعلیحضرت رو دعوت می‌کنه و ایشون برای اولین بار پس از 40 و چند سال در یک رسانه خارجی یور هاینس اعلیحضرت صدا زده میشه. رسانه‌های دیگه به ایشون چی میگن وقتی زیرنویس میکنن ایشون حضور داره؟ چه میدونم ولیعهد پیشین ایران، آخرین ولیعهد، آخرین چیشی ایران. همین کار ماریو بارتیرومو باعث شد که اعلیحضرت در سفراش در اروپا اونجا هم اعلیحضرت صداشون صدا بزنن. حالا ببینید چقدر مهمه ارتباط ما با میهن پرستان، و ما نداریم ارتباط نداریم با میهن پرستان. باید با میهن پرستان در ارتباط بود. اپوزیسیون ما چند تاشون میهن پرستن.